بچه‌ها. امیدوارم که به هر حال رضایتو بگیم ایشالله. ایشالله چه راه آقای آید دیگه؟ حتما دیگه تو رو خودمون مونده مون به شما. 3 2 1 استودیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. یلدا ساخته مسعود بخشی یه فیلم فمینیستیه که به سرنوشت زنا میپردازه. فیلم پیامش همدردیه. پیامش بخشش. داره دروغ میگه تو بودی. بذار حرفشو بزنه. تقریبا تمام فیلم در یک استودیوی تلویزیونی در فضای بسته میگذره. جایی که یک ریالیتی شو با عنوان لذت عفو در حال ضبطه. در پایان این برنامه قراره سرنوشت دختری به اسم مریم که به طور اتفاقی شوهرش رو کشته رقم بخوره. بازنه؟ یه دقیقه دیگه آقا. نمیخواد، من خودم میام. لازم نیست، شما همونجا که گفتم ببینید تا آخر برنامه. نمیخوام مامانم جام حرف بزنه، خودم هستم. اگه تصمیم گرفتی زندگی خودتو خراب بکنی بکن، ولی من اجازه نمیدم برنامه رو خراب کنی. روابط بیشتر شخصیت های داستان اشکال مختلفی از فشارهای اجتماعی خانوادگی و حتی سوء استفاده و ستمگری رو به نمایش میذارن. مثلا اینکه مادر مریم به انهای مختلف اونو بازی میده. قبلا بهش فشار آورده تا به عقد موقت شخصی به نام ناصر ضیا در بیاد و حالا بهش فشار میاره که در این برنامه تلویزیونی شرکت بکنه. بفرمایید. من چه درست می‌کنم؟ آقا همینجا باش. بفرمایید. من خودم جای خودم حرف بزنم. بذارین بیام. هر چی قصه جلوتر میره بیشتر می‌فهمیم این مادر چقدر آدم غیر صادقیه و در حق دخترش بی‌رحم و زورگوئه. از طرف دیگه مونا رو می‌بینیم که ظاهری بسیار سرد داره، خیلی کم حرفه و همینطور حدس میزنیم که آدم حریصی باشه، چون پذیرفته در این برنامه شرکت کنه با هدف اینکه پول هنگفتی به دست بیاره. همه اینا موجب میشه که مونا برای تماشاگر آدم ناخوشایندی به نظر بیاد. فقط در یک سوم آخر فیلمه که متوجه میشیم مونا هم توی تله افتاده و از همه طرف تحت فشاره. وکیلش بهش فشار میاره، تهیه کننده برنامه بهش فشار میاره، در آخر حتی دادستان که مهمان آخرین بخش برنامه تلویزیونی هم هست بهش فشار میاره و میگه که اگه اون تصمیمی که باید رو نگیره، حتی وقتی از کشور بره، مخاطبان اینترنتی دست از سرش بر نخواهند داشت و روی آرامش رو نمیبینه. در نتیجه در نهایت مخاطب متوجه میشه که هر دوی این زنا هر کدوم به نوعی ناتوانند، یعنی میدان بازی محدودی دارند. یکی از محاسن بزرگ فیلم اینه که ناتوانی این دو زن رو به خوبی نشون میده، بدون اینکه احساسات مخاطب رو به بازی بگیره یا تلاش کنه اشکش رو در بیاره. من دوست دارم اتفاقا قصه رو از زبون خودشون بشنوم. فکر میکنم دارن دقیق اشاره میکنن. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ واکنش من چی بود؟ واکنش شما چی بود خانم زیاد؟ من ازشون خواستم یک ماه شرکت نیام. برای اینکه میدونستم مرعوب ثروت و موقعیت پدرم شدم. و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ سه شنبه بود. من رسوند ایستگاه مترو. بهش گفتم منو چی کار کنم؟ گفت یه من این شرکت یادش میره. بابای من به همه دوستام از این پیشنهاد داده، عادتشه. نیای شرکت یادش میره. من یک ماه نرفتم شرکت. من حرف ایشونو قبول کردم که نرفتم شرکت. دل سوزانه بود. من دوستش داشتم. الانم دوستش دارم. ولی نه اون موقع فهمید، نه الان. وقتی کارگردان قراره تضاد بین پلاتوی تلویزیون و اتفاقات اتاق فرمان و راهروهای پشت صحنه رو نشون بده، از تضاد بصری استفاده میکنه که چشم گیره. تضاد بین رنگای زنده و دکور زشت پلاتو با رنگای تیره و فضاهای تاریک اتاق فرمان و راهروها. از این نظر کار مدیر فیلمبرداری عالیه. از طرف دیگه ریتم سریع تدوین مرتب مخاطب رو از پشت صحنه به صحنه میبره و در نتیجه تعلیق موجود در معمای فیلم رو تشدید میکنه. سالها با تنها دختر ناصر مونا ضیا دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی ضیا آقا بود، مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین. رئالیتی شو امروزه یک موضوع آشنا و جهانیه. از این جهت برای مخاطب جذابه که متوجه میشه بین اون چیزی که در تلویزیون نشون داده میشه و اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته چقدر تفاوت وجود داره.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. در پایان برنامه اگر تعداد پیامک های عدد 1 از 5 میلیون بیشتر بشه نصف مبلغ دیه و اگر از 9 میلیون بیشتر بشه کل مبلغ دیه از طرف اسپانسرهای محترم برنامه. میتونیم پیام فیلم رو نشون دادن ریاکاری برنامه های تلویزیونی این چنینی در نظر بگیریم. همینطور هم ریاکاری جامعه‌ای که ادعا میکنه بسیار اخلاقیه در حالی که مروج کارهایی کاملا غیر اخلاقیه. از این منظر فیلم کاملا موفق عمل کرده چون مخاطب خیلی خوب میفهمه که بیشتر آدمای این فیلم بازی داده میشن، چه این رو بپذیرن یا نپذیرن. میفهمه که هر کدوم به نوعی تحت فشارن و نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. در این حال پیام جهان شمولتر فیلم میتونه این باشه که درک مقصر یا بیگناه بودن آدم‌ها به این سادگی نیست. این پیام هم به خوبی به مخاطب میرسه و شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای فیلم این باشه که این پیام‌ها رو در سطوح مختلفی گنجونده و همه رو برای ما ملموس کرده. نمی‌بخشه. حق داره والا. وایسا! وایسا! من فقط میخوام اعدام بشه. هرچی خواستی گفتی پخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی.